سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز. بریم سراغ ادامه بحث وب سرور و این جلسه می‌خوام راجع به موضوعی صحبت کنیم. اجازه بدید. خب ما جلسه قبلی اومدیم چیکار کردیم؟ یه فایل index.html درست کردیم، اونو نشون دادیم. خب ولی خب اون یه حالت استاتیک بود. الان طبیعتاً همه سایت‌های دنیا میشه گفت به نوعی دیگه استاتیک نیستن، به صورت داینامیک هستن، یا اصطلاحش میگن داینامیک کانتنت. مثلا شما فرض کن سایت آمازون با اون همه محصول و چیزای دیگه اگه استاتیک باشه که اصلا نمیشه، تو هر لحظه که شما میخوای یه چیزی رو اونجا تغییر بدید باید دوباره از اول فایلاشو درست کنید. خب منطقی نیست. معمولا اینجوریه که شما یک پنلی چیزی دارید و داخل اون پنل در حقیقت تغییراتتون رو اعمال میکنید، توی سایت هم اعمال میشه. حالا ما میخوایم توی وب سرورمون داینامیک کانتنت رو بندازیم. روش های مختلفی داره. اول از این روش خیلی قدیمی که تقریبا دیگه منسوخ شده استفاده نمیشه به نام CGI میخوایم شروع بکنیم. CGI مخفف Common Gateway Interface که به شما اجازه میده که از طریق توی وب سرور تو یه کامند رو اجرا بکنید از طریق درخواست HTTP HTTPS. یعنی شما یه ریکوست میدی توی وب، یه اسکریپتی سمت وب سرورتون اجرا بشه. بریم با هم پیاده سازیش کنیم. خب اول بریم توی این مسیر /var/www/cgi-bin. یه ls بزنم اینجا، هیچ چیزی سلام درسته. یه دونه فایل اینجا درست کنم. هر فایل اینجا درست کنید تو اون ریکوست اجرا میشه. test.sh مثلا. خب چی داخلش بنویسیم؟ خب یه فایل اسکریپت من اینجا بنویسم. خب بریم تو insert mode، اول مفصلش رو می نویسم، میگم که این فایل رو بش اجرا بکنه. بعد یه اکو می نویسم اینجا. به بروزر میگم که کانتنت تایپ این فایلی که ریکوست دادی داری میگیری به صورت تکسته، تکست پلینه. خب حالا راجع به این صحبت میکنیم جلوتر. یه اکو دیگه اینجا میذارم، یه اکو میذارم اینجا، می نویسم مثلا This is simple bash CGI مثلا. خب یه اکو دیگه میذارم، یه خط میکشم زیرش، میام خط پایینی، یه دیتو میگم نشون بده هر چی هست، یه اکو دوباره، یه df-h-x. هر کامندی دوست دارید میتونید بنویسید بچه ها، اصلا محدودیت نیست. tmpfs-x dev tmpfs. بعد یه اکو دوباره، دوباره یه خط. خب آپ تایم رو نشون بده چند دقیقه از چیزه، و یه free-h هم نشون بده این آخر. خب اینو سیوش میکنم، میام بیرون. حالا چیکار میخوام بکنم؟ میخوام این فایل رو تو بروزر باز کنم، یعنی ریکوست بدم باز بشه. اول باید دسترسی اگزیکیوت روش رو فعال بکنم، یعنی امکان اگزیکیوت داشته باشه این فایل. به اضافه ایکس میکنم، میگم فایل /var/www/cgi-bin/test.sh. خب اگر هم میخواد مطمئن شید یه ls-la بگیرید اینجا، دسترسی ایکس الان روش فعاله. اوکی خب حالا چیکار کنم؟ اول یه بار خودش رو همینجوری اجرا کنیم. sh یک یه همچین چیزی باید به من بده. فقط تو بروزر من دیگه این خط رو نمیبینم، این مال بروزر که بهش بفهمونم این تکسته، ولی بقیه رو باید ببینم تو بروزرم اگر الان اجرا بکنم. اجازه بدید. test.sh
آن مسیر اشتباه دادم. CGI داش بین نکنید اجرا شد. امروز سوم می جمعه است، ساعت 4:31. اونم که کامند بعدی که اجرا کردیم، پایینش هم آپ تایم همه، اون پایینش هم فری داش اچ همه. خب پس ما یه ریکوستی زدیم، الان من اینو رفرش کنم تایم عوض میشه. خب نشون میده که به صورت داینامیکه. خب برگردیم تو اینجا، میخوام یه سناریو دیگه رو بهتون نشون بدم. میخوام اون چیزی که راجع به کانتنت تایپ بهتون گفتم، الان کانتنت تایپ اینجا شما دیدی، تو بروزر ندیدید. حالا میخوام یه چیز راجع به نشونتون بدم. من الان اون فایل ایندکس اچ تی ام ال یادتونه توی مسیر var www html و index.html. خب اینجا بود دیگه. یه ذره بیام یه فایل اینجا خودم الان بنویسم. من فایل رو پاک کردم فیما بین جلسه قبل تو این جلسه. میخوام یه حرکتی بزنم، میخوام یه فایل HTML الان بنویسم تو CGI بگم اون فایل رو رام بکنه، ولی تکست تو در کانتنت تایپش رو نذارم HTML، بذارم تکست. میخوام ببینم چه اتفاقی میفته. اینو میخوام نشونتون بدم. خب بیام اینجا من یه فایل HTML اینجا بنویسم. HTML اینسرت بود نیستم. HTML خب هد تایتل میذارم اسم کانالمون رو. خب یه دونه میام عقب هد، یه دونه دیگه میمه اقل، حتی نه نمیخواد میمه اقل. بادی، داخل بادی یه دونه تگ H1 میذارم، مینویسم این یه تگ H2 زیرش میذارم، LP که دو هرس، اینم H2، بعد یه دونه پاراگراف میذارم this lesson is about مثلا web server and dynamic content. همین بس، پاراگراف رو میبندم، بادی رو میبندم، HTML هم میبنده. خب اینو سیوش میکنم. خب این شد این، درسته. من میخوام یه فایل تست 2.sh هم درست کنم، همین محتویات همین رو کپی کنم داخلش. داخل ویم بچه ها چجوری یه فایل رو کپی میکردیم؟ اگه جا دیگه من یه فایل توی ویم باز کردم، میخوام محتویات یه فایل دیگر داخلش کپی کنم، چجوری این کار میکردیم؟ خب من تو همینجا یه تست 2.sh باز میکنم، میخوام محتویات اون ایندکس رو اینجا کپی کنم. میگم دو نقطه r، آدرس فایل رو می‌نویسم /var/www/html/index.html. محتویات شما اینجا. خب چیزی رو عوض بکنیم یا نه؟ آها چرا این بالاش باید یه چیز رو عوض بکنم. میرم تو insert mode. خب خب اینجا یه اکو می نویسم، content type میذارم برابر با text dash plain، text.html نمیذارمش. الان اینو به صورت html رو نباید بکنه طبیعتا. حالا ببینیم واقعا اینجوری هست یا نه. یه اکو دیگه اینجا میذارم، یه اکو دیگه اینجا، بعد جلوی این اکو این از اینا میذارم، میام پایین اینو میبندمش. اینجا نه، اینجا
بچه این فایل رو یه ایرادی داره، یه خطایی میده. تعمدن این کار رو کردم. ببینیم ما خطا رو میخوام ببینیم. خب من دسترسی اگزیکیوتم رو اینم فعال کنم. خب حالا بیم تو بروزر. بکنم تست دو. خب یه خطایی میده. حالا ما خواهیم خطای چیه؟ توی مسیر /var/log/httpd دو تا فایل هست که خطا رو اینجا داره. یه اکسس لاگه که تمام خطا توشه. ارور لاگ ما زمانی که ریکوست ها میاد. بریم تیل بکنم فایل اکسس لاگ رو با هم دیگه ببینیم. فقط یه لحظه صبر کن. خب میگم tail-f /var/log/httpd/errorlog چون یه ریکوستی دادم. چی داره میگه؟ خط آخر end of script output before headers. خب من میدونم چه خطایی دارم میخونم، اینجا چیزی اشاره کرده بشه یا نه. مشکل فایلمون کجاست بچه ها؟ من یه دقیقه از این بیام بیرون. خب نیا کنید، مشکل اینجاست که من اینجا ابتدای این مفصل رو مشخص نکردم. خواستم فقط اون نشون بدم که یه وقتی اگه دوچار خطا میشید برید فایل لاگ رو بخونید بچه ها. هشتگ /bin/bash. خب حالا بیم تو بروزرم. نیا کنید به صورت یه فایل تکست اینو بهم نشون میده، نه HTML. خب حالا بریم فایل رو عوض کنیم تکست HTML کنم ببینم چی میشه. نیا کنید به صورت فایل XML اینو HTML اینو رانش کرد. خیلی خب بچه ها اینم از این جلسه که راجع به سی جی صحبت کردیم. بریم بیام جلسه بعدی میخوام بریم سراغ یه مدل دیگه از دینامیک کانتنت تایپ به نام PHP یا لمپ، راجع به لمپ صحبت بکنیم. پس جلسه بعدی میبینمتون.